اصفهانی عزیز در نوامبر 2007 زندگی را به درود گفت و بنیاد در دسامبر 2007 توسط دوستان نزدیک خانم ژاله اصفهانی و دوستداران شعر و ادب فارسی تأسیس گردید. اهداف بنیاد حفظ و نگهداری آثار و میراث ادبی ژاله و ایجاد دسترسی عموم به آنها، تنظیم و چاپ کتب آثار منتشر نشده ژاله، تشویق شاعران جوان فارسی زبان ایران، افغانستان، تاجیکستان و کمک به معرفی و نشر آثار آنان و همچنین برپایی برنامه‌های شعرخوانی، ادبی، هنری و فرهنگی توسط بنیاد و برگزاری 11 برنامه سالانه بنیاد تا اینجا که هر سال سعی می‌شود در ماه نوامبر که مصادف با سالروز فقدان او می‌باشد برگزار شود.
قسمت از برنامه دوست عزیزم بهرنگ امان مقاله‌ای تهیه کردن در رابطه با نقش موسیقی در تغییر و تحولات تاریخ معاصر ایران با هم می‌شنویم. یک خلاصه‌ای راجع به نقش موسیقی در تاریخ و تحولات دوره مشروطه. خلق آثار برجسته و ماندگار در جهان بیانگر علاقه و اهمیت موسیقی در بین ملل مختلف بوده و بر جای ماندن آثار جاودانه از دیرباز تاکنون نشانی دیگر بر اهمیت این هنر بوده. پور سینا میگوید موسیقی یک علم ریاضی است که در تمام نغمه ها با حالت های گوناگون و هماهنگی کامل مواجه هستیم و بر زیبایی این پیکره موسیقی که از یکدیگر پیروی می‌کنند مثل یک قانون ریاضی و فیزیک اصول هماهنگ دارند و هر کدام مخصوص به خود هست که در این نظم موسیقی روح و روان انسان را چنان جلا می‌دهد و در بعضی موارد از موسیقی درمانی برای اختلالات روانی استفاده می‌شود. فیثاغورس می‌گوید موسیقی نشانی از نظام هماهنگ جهان است و با نواختن آن میتوان نظام جهان را درون انسان تجلی داد. افلاطون راجع به موسیقی میگه هرگاه روش‌های موسیقی فراوان در درون قومی دگرگون شود به پیروی از آن جامعه نیز متحول می‌شود. خب ما اینجا در دستگاه‌های موسیقی 7 دستگاه اصلی موسیقی وجود داره که علاقمندان هنر و موسیقی به خوبی بر این دستگاه موسیقی دستگاه شور به عنوان دستگاه مادر هست و اگه دستگاه شور رو به عنوان یک درخت تنومند محسوب کنیم باقی دستگاه ها به صورت ریشه های این درخت از جاهای دیگه خاک سر برآوردن که هر کدومشون یه دستگاه جدا شدن و یا به تعبیر دیگه اگه ما 7 دستگاه موسیقی رو 7 تا باغ پرگل و میوه محسوب میکنیم ورودی هر باغ یک درب ورودی داره هر باغ که به اون درب ورودی تو موسیقی میگن درآمد، یعنی اول باید اون درآمد یا در ورودی درآمد نواخته بشه بعد اون تو اون دستگاه اون موسیقی اجرا بشه. برای همین 7 دستگاه موسیقی و 5 آواز اصلی رو با نمونه ای از هر کدوم از این شعرها برای شما اجرا میشه. دستگاه شور درآمد. تو دستگاه سیگار جا شد دستگاه چهارگاه در آمد بفرد در مورد موسیقی و علت اینی که من اینو دنبال کردم و بتونم یک تاریخچه دقیقی نسبت به موسیقی کلاسیک خودمون ایجاد کنم علتش این بود که صحبت ها و حرف ها زده شده بود ولی هیچ جنبندی خاصی رو توی این دهه های اخیر به صورت مکتوب یا گفتاری شنیداری کمتر شنیده بود این اونجا. برای همین دوستان پیشنهاد دادن گفتن که تو که در زمینه موسیقی و هنر دارین کار میکنین اینو جنبندی کن که ما توی برنامه‌ای بتونیم به صورت مدون بشنویم و به مخاطبمون ارائه بدیم. این شد که من تقریبا بیش از 40 خورده‌ای مقاله پایان نامه و جزوات دانشجویی دکترای این رشته رو از زبان‌های مختلف پیگیری کردم و ماحصل تمام اون نوشته‌ها و متون فارسی و انگلیسی شد یه خلاصه‌ای راجع به تاریخچه موسیقی ما از زمان خسرو پرویز تا عصر حاضر و مخصوصاً با تمرکز بر تحولات موسیقی در دوره مشروطه. الان نوبت گروه پژواک است که تشریف بیارن و برنامه خودشون رو برگزار کنن. مسئول گروه زرتشت سفری هست که بعد دوباره برگرده با گروهش و توضیح خواهد داد در رابطه با اجرای قطعاتی که امشب می‌نوازند.